دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. امروز میخوام تفاوت بین اعتراضات این دوره و اعتراضات گذشته در جمهوری اسلامی رو بیان بکنم. حاکمیت در هر دولتی، در هر جامعه‌ای، در هر گروهی با دو تا آلترناتیو روبرو هستش، با دو تا راهکار، دو تا مخالف اساسی روبرو هستش. یکی برمیگرده به اون کسایی که میخوان در رأس هرم قدرت رو نشونه گرفتن و میخوان آلترناتیوی باشن برای رأس هرم قدرت، و دوم اون بطن جامعه یا قاعده هرم قدرت. وقتی که شما در حاکمیت یک گروهی میخواد شما رو سرنگون بکنه و جایگزین شما بشه، حالا چه در انتخابات بخواد شرکت بکنه، چه بخواد در مبارزات شکلهای دیگه قدرت شرکت بکنه و بخواد حاکمیت رو تغییر بده، به این میگن تغییر مدیریت هرم یا رأس هرم قدرت. و حالت دوم برمیگرده به قاعده هرم قدرت که جامعه باشه. اعتراضات گذشته در جمهوری اسلامی بیشتر برمیگشت به رأس هرم قدرت، یعنی چه انتخابات در 2 خرداد یا سال 78 رو، اعتراضات 78 رو، چه اعتراضات 67 رو، چه اعتراضات 57 رو، 58 رو، 59 رو، و چه اعتراضات آبان رو اگر در نظر بگیری، ببخشید، اعتراضات جنبش سبز رو اگر در نظر بگیرید، یک رهبری وجود داشت که میخواست چه به واسطه انقلاب، چه به واسطه انتخابات، میخواست رأس هرم قدرت رو نشونه گرفته بود و میخواست جایگزین هرم قدرت بشه. برای مقابله کردن با این حالت راهکارهای بیشماری وجود داره و راهکارها معمولاً بسیار آسان‌تر از حالت دوم هستش. شما می توانید انتخابات برگزار نکنید، شما می توانید با نظارت استصوابی کسانی رو که لایق نمیدونید و رقیب خودتون میدونید حذف بکنید، شما می توانید سرکوب بکنید، شما می توانید ترور بکنید، همون جوری که جمهوری اسلامی تا الان این کارها رو کرد. انتخابات، اعتراضاتی که در اوایل انقلاب بود، اعتراضاتی بود که میخواست رأس هرم قدرت رو تغییر بده و خودش رو جایگزین هرم قدرت بکنه. اعتراضات سال 67 هم همین شکل رو داشت، اعتراضات سال 78 رو هم همین شکل میتوان بررسی کرد، چرا که در هر حالتی حاکمیت میخواست حکومت رو یک دست بکنه و مخالفین خودش رو از صحنه رقابت حذف بکنه. انتخاب، ولی اعتراضات این دوره اعتراضاتیه که قاعده هرم قدرت داره، یعنی مردم دارن اعتراض میکنن. قاعده هرم قدرت با رقیب سیاسی بسیار متفاوت است. شما برای حکومت حتما نیاز به حکومت شونده دارید، شما حتما احتیاج به جامعه‌ای دارید که در اون جامعه بخواید حکومت بکنید. شما می توانید رقبای خودتون رو در هر حزب سیاسی به هر بهانه اخراج بکنید، کنگره تشکیل ندید، انتخابات رو تشکیل ندید و این رأس هرم رو تغییر ندید، برای رقبای خودتون پاپوش درست بکنید، از حزب اخراجشون بکنید، زندانیشون بکنید، دسیسه براشون درست بکنید، ولی شما در هر حزبی نیاز به اعضایی دارید که بخواید اون حزب رو، اون حکومت خودتون رو به اون اعضا اعمال بکنید. در اعتراضات این دوره قاعده هرم قدرت که مردم باشن نیازهای اساسی خودشون رو که زندگی و آزادی هست دارن فرمولیزه میکنن. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هستش. درسته که فاصله طبقاتی بسیار بزرگ است، عده‌ای هستن که دارن از نعمت‌های بسیار حاکمیت دارن بهره میبرن، زندگی بسیار مرفهی دارن، و اکثریتی وجود داره که این اکثریت متاسفانه از لحاظ اقتصادی بسیار بسیار در مضیقه هستش. این دوره اعتراضات به شکلی هستش که قاعده قدرت، قاعده هرم قدرت یا اون بطن جامعه، اکثریت خاموش جامعه، اکثریت موجود در جامعه نیازهای خودش رو فرموله کرده به نام زندگی و آزادی.
وضعیت در ایران به شکلی بحرانی شده که زندگی کردن برای اکثریت مردم تقریبا به حالت بحران در آمده. وضعیت گرانی ها، وضعیت مشکلات دارویی، مشکلات تحریم ها، مشکلات اجتماعی به حدی بالا رفته که وضعیت برای اکثریت مردم غیر قابل تحمل شده. از طرفی هم که یک سری نخبگان هستن که دارن در این جامعه زندگی مرفهی رو میکنن و از قاعده هرم قدرت هیچ خبری ندارن. اعتراضات این دوره به دلیل اینکه از طرف قاعده هرم قدرت صورت گرفته با اعتراضات گذشته فرق میکنه. اعتراضات گذشته به دلیل اینکه یک رهبری داشت، یک رقیب سیاسی، یک رقیب قدرت وجود داشت، با سرکوب کردن رقیب قدرت، با سرکوب کردن هرم مخالفین، رأس هرم مخالفین میتونستن این اعتراضات رو به نتیجه برسونن و سرکوب بکنن. ولی در این دوره به دلیل اینکه قاعده هرم قدرت در اعتراضات شرکت کرده، قاعده هرم قدرت داره به هرم قدرت، به رأس هرم قدرت داره خواستهاشو تحمیل میکنه، راه حلی برای حاکمیت، برای سرکوب کردنش وجود نداره. هرچقدر خشونت رو بالا ببره، خواست بیشتر، نیاز بیشتر، احساس همبستگی بیشتر در قاعده هرم به وجود میاد و این دوره با دوره‌های گذشته بسیار متفاوت هستش. من فکر میکنم این دوره دوره‌ای هستش که با وجود اینکه هرم قدرت حاکمیت هنوز اون نیازها رو درک نکرده و هنوز اون امتیازات لازم رو نداده، ولی در آخر مجبور خواهد شد که این امتیازات رو بده، به دلیل اینکه شما در هر حالتی نیاز به یک حکومت شمنده دارید که حکومتی رو برقرار بکنید و شما نیاز به قاعده جامعه دارید، نیاز به قاعده هرم قدرت که جامعه باشه دارید. شما در یک حزب سیاسی می توانید رقیبان خودتون رو با دسیسه، با برگزار نکردن انتخابات، با هر وسیله ای می توانید حذف بکنید، ولی اعضای حزبتون رو نمیتونید حذف بکنید، چون وجود شما بستگی به وجود اعضای حزبتون داره. وجود هرم قدرت در جامعه ایران نیاز به مردم ایران داره. اگر مردم ایران پشتیبان حاکمیت نباشند، قبول نکنند، حداقل خاموش نباشند در مقابل قدرت، شما قدرتی رو ندارید برای حاکمیت و حاکمیت امکان حکومت کردن نداره. تفاوت این دوره با دوره گذشته در این است که ما در این دوره با وجود این که رأس هرم مخالفین وجود نداره، یعنی رهبری مخالفین وجود نداره، ولی چون قاعده هرم اون خواست اساسی خودش که زندگی هست و آزادی هست رو داره به حاکمیت تحمیل میکنه، به زودی شاهد فروپاشی دومینویی حاکمیت خواهیم بود، چرا که حاکمیت متوجه خواهد شد که این دوره با دوره‌های گذشته متفاوت هست و مجبور هست که امتیازات لازم رو به قاعده هرم بده و این امتیازات وقتی داده میشه دیگه رأس هرم نمیتواند اون آنچنان که در حال حاضر منسجم هست با انسجام رفتار بکنه و یواش یواش شروع میکنه به ریزش کردن و یواش یواش شروع میکنه به بازخواست کردن نیاز، بازخواست کردن حاکمیت، یعنی یواش یواش شروع میکنه به محاکمه کردن کسایی که در حاکمیت وجود داشتن، کسانی که اختلاس کردن، کسانی که به اصطلاح شروع کردن به فساد مالی. همچنین مجبور هستش که با دنیا کنار بیاد و تحریم ها رو کنار بزنه، چرا که زندگی رو برای مردم باید مرفه بکنه، باید مردم رو یواش یواش تأمین بکنه و از طرف دیگه آزادی رو باید به مردم بده، چرا که مردم خواهانش هستن. این دوره با دورهای گذشته متفاوت هستش، چرا که در دورهای گذشته مثلا در جنبش سبز با محاکمه کردن یا با بازداشت خانگی، حصر خانگی رهبران جنبش سبز تونست که این اعتراضات رو سرکوب بکنه، ولی در این دوره اگر هم سرکوب بکنه، سرکوب ها مقطعی خواهد بود، مثل اعتراضات آبان گذشته
که برای گرانی بنزین بود و هرچند که سرکوب کرد در یک روز یا دو روز سرکوب کرد، ولی این اعتراضات در بطن جامعه مثل آتش زیر خاکستر موند و چند سال بعد دوباره شعله ور شد. این دوره با دورهای گذشته این تفاوت رو داره و 100% موفقیت آمیز خواهد بود، 100% باعث تغییرات اساسی در حکومت خواهد بود و 100% مردم به خواسته های خودشون که آزادی و زندگی هستش خواهند رسید. به امید دیدار شما در ایرانی آزاد.